تگ خوش خبر. اینترنت عامل دوری یا سبب نزدیکی؟ گفته میشه اینترنت شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های متعدد که باعث فرو رفتن سر افراد در تلفن‌ها و تبلت‌ها شده، هر روز اونها رو از هم دورتر و ارتباطات انسانی رو کمرنگ‌تر کرده و هیچ همسایه‌ای دیگه برای گرفتن شکر یا سیب زمینی در خونه همسایه‌اش رو نمی‌زنه. اما به تازگی برنامه‌ای به بازار اومده که می‌تونه ارتباطات محلی و حس انسان دوستی رو احیا کنه. این اپلیکیشن این امکان رو میده تا هر فرد بتونه نیازهای خودش رو بیان کنه و همسایه ها چنانچه امکان رفع اون نیاز رو داشته باشن میتونن به همسایه‌شون کمک برسونن و به این ترتیب چون گذشته با همسایه ها ارتباط برقرار کنن. این برنامه که چامی نام داره مثل دیگر شبکه‌های اجتماعی و به صورت رایگان قابل دانلوده. تبلیغات دینی با خدمات انسان دوستانه. یک کلیسا در تگزاس تصمیم گرفت به جای هزینه‌های تبلیغی مستقیم کلیسا، خدمات انسان دوستانه را جایگزین این تبلیغات کنه. این کلیسای کاتولیک اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تبلیغاتی خودش، اون رو صرف چیزای بسیار معنیدارتر دیگه خواهد کرد. در یک شنبه عید پاک که شیش کلیسای میثاق تگزاس اعلام کرد که از منابع مالی خودش مبلغ 100 هزار دلار رو صرف بازپرداخت بدهی‌های پزشکی برای خانواده‌های محلی که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خودشون نبودن خواهد کرد. ۴۲۲۹ خانواده و کهنه سربازانی که قادر به پرداخت بدهی‌های پزشکی خودشون نبودند، در حال دریافت نامه‌هایی هستند که در اون خبر این هدیه به اطلاعشون رسیده. پیشرفت انقلابی در مبارزه با آلزایمر. دانشمندان مؤسسه گلادستونز در کالیفرنیا نه تنها موفق به شناسایی ژنی شدند که باعث بیماری آلزایمر میشه، بلکه اونها موفق به خنثی کردن این ژن شدند به نحوی که از توسعه آلزایمر به مقدار زیادی کاسته میشه. به نظر میرسه که داشتن یک نسخه از این ژن شانس انسان در ایجاد آسیب مغزی رو دو برابر میکنه و داشتن دو ژن خطر رو به 12 برابر افزایش میده. با استفاده از سلول‌های بنیادی، دانشمندان توانستند تولید پروتئین مرگبار توسط این ژن را متوقف کنند و تمام علائم بیماری آلزایمر را از بین ببرند و بقا و عملکرد سلولی را بهبود ببخشند. در حال حاضر، محققان در درمان سلول‌های انسانی موفق بودند، اما اونا امیدوارند در آینده نزدیک موفق به آزمایش این روش بر روی انسان و نهایتاً درمان بیمارها بشن. فهمی عمیق‌تر و رو به تکامل از دین، چاره جلوگیری از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز. در اسپانیا، جایی که افراط‌گرایی تبدیل به یک نگرانی فزاینده شده، زنگ خطر به صدا در اومد. به همین خاطر جامعه بهایی این کشور اروپایی برون شده که در گفتمان‌های موجود درباره افراط‌گرایی و مشاورات پیرامون راه‌های جلوگیری از این چالش، مشارکتی فعال و پرمعنا داشته باشه. در کنفرانسی که در روز 26 اکتبر با همکاری جامعه بهایی اسپانیا برگزار شد، حدود 70 نفر از جمله مقامات ارتشی و امنیتی اسپانیا، نمایندگان دولتی و دانشگاهی، خبرنگاران و فعالان گرد هم اومده بودند تا کاوشی پویا در این موضوع انجام بدن. در این کنفرانس جامعه بهایی اعلام کرد که علاوه بر رویکردهایی که در سیاست‌گذاری‌ها، اعمال تدابیر امنیتی و تسلط تکنولوژیکی در حوزه گرایش‌های افراطی وجود داره، نیاز به فهمی عمیق‌تر و رو به تکامل از دین و نقش سازندش در اجتماع امروزی احساس میشه. تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ محیط زیست. پارلمان اتحادیه اروپا رأی به حذف کالاهایی از بازارهای اروپایی داده که تو اونها پلاستیک یک بار مصرف به کار رفته بود. مهلت حذف این کالاها تا پایان سال 2021 تعیین شده.
موزل آلودگی و گسترش تولید زباله‌های پلاستیکی مدتیه که افکار عمومی در اروپا و دیگر نقاط جهان رو به خودش مشغول کرده. همچنین پارلمان اروپا تصویب کرده که تا 12 سال دیگه سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر خورشیدی و بادی رو در سبد سوختی خودش به حداقل 30% افزایش خواهد رسوند. اگر این اتفاق بیفته، اروپا قادر میشه تا حد زیادی آلایندگی‌های ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان رو کم کنه.